از صمیم قلب. سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به شهر سنندج، مرکز استان کردستان، برای افتتاح پروژه انتقال آب سد به تصفیه خانه شهر. سفری تحت تدابیر شدید امنیتی. جهت حضور در جمع مردم با صفا، مردم صمیمی، خونگرم، مجاهد و مقاوم در استان کردستان و شهر سنندج. این سفر در حالی صورت گرفت که اعتراض‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران به شدت سرکوب شد. در سرکوب این اعتراض‌ها از نیروی نظامی و سلاح جنگی هم استفاده شد. به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، دست کم 104 تن از معترضان در منطقه کردنشین توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. اکنون ابراهیم رئیسی از عزمش برای حل و فصل مشکلات کردستان دم میزند. من اینطور نیست که در طول دوره مسئولیت بخوام یک بار بیام دو بار بیام، نه، اقتضا بکنه. من وظیفه سربازی دارم و طلبه‌ای هستم به عنوان یک خدمتگزار مردم که دنبال میکنم مسائل رو که اون دست از خواسته هایی که مردم عزیزمون دارن اونها رو رنج میده تأخیرش این نباشه. سخنانی که شاید تلاشی باشد برای آرام کردن فضا در کردستان. همزمان با این سفر در سنندج مراسم 40 رامین فاتحی، یکی از معترضان کشته شده به دست نیروهای حکومتی، برگزار شد و در ادامه اطلاعاتی که از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران توسط گروه بلک ریوارد منتشر می شود، در یکی از بولتن‌های محرمانه آمده است که شمار کشته شدگان اعتراض‌های سراسری جاری بسیار بیشتر از شمار معترضان کشته شده در اعتراض‌های آبان ماه سال 1398 است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را بیش از 1500 نفر تخمین زده بود. اکنون تقریباً هر روزه مراسم خاکسپاری یا بزرگداشت تعدادی از کشته شدگان اعتراض‌ها در جای جای ایران برگزار می شود. بنابر اعلام بلک ریوارد، بولتن‌های محرمانه فارس برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تهیه شده است. در یکی از بولتن‌ها که به اعتراضات سراسری پرداخته، آمده است که مهمترین دستاورد اعتراضات کنونی برای مخالفان حکومت، ریزش ترس مردم از نیروهای نظامی و انتظامی است. تحولی که در بسیاری از ویدیوهای منتشر شده از اعتراضها دیده می شود. در این بولتن همچنین به تماس‌ها میان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و روسیه اشاره شده و آمده است روس‌ها حاصل شنودهای منطقه‌ای خود از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی درباره ایران را در اختیار مقام‌های ایرانی قرار داده‌اند که نشان می‌دهد مردم در وضعیت انقلاب قرار گرفته‌اند. اما روز پنج شنبه از جمله نتایج لو رفتن این بولتن‌ها برگزاری تجمعی در حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در این شهر بود. در یکی از بولتن‌ها آمده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با بازداشت مولوی عبدالحمید مخالفت کرده و گفته او باید بی آبرو شود. واکنشی به مواضع منتقدانه مولوی عبدالحمید در مخالفت با اقدامات حکومتی به ویژه پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان. اما پنج شنبه اعتصاب کامیونداران در اصفهان ادامه یافت. در دسفول مراسم 40 محمد خواجویی نیا از کشته شدگان اعتراضات برگزار شد. بزن او را دستگیر کنند و تحویل قانون بدن. این کار را نکردند و او را به فاصله نزدیک به گلوله بستند. و مراسم 7 ارشیا امام قلی‌زاده در جلفا، نوجوان معترضی که پس از آزادی از زندان خودکشی کرد. گروهی از دانشجویان بالینی بیمارستان از زهرای تبریز هم در اعتراض به تعلیق یکی از اساتید به خاطر مواضع اعتراضیش تجمع برگزار کردند. Don't be
و کاری از دانشجویان موسیقی برای مادرانی که فرزندانشان را در اعتراضها از دست دادند. ایلیا جزایری، رادیو فردا. Oh, no.